فرق نمی کند کی می برد یا کی می بزند. فرق نمی کند اگر پاها برهنه باشد یا نباشد. فرق نمی کند اگر روی میدان خاکی بازی کنی یا سبزه. فقط بازی کن. تنها و تنها همین ما. بازی کن هر جایی که باشد و به هر گونه ای که باشد. اما آمادگی آن را در سپورت باکس صدای امریکا بید. سلامونه، د امریکا غک آشنا سپورت دی اونې خبرونه ته خرغ لاست. عابد صاحب او مشرف صاحب تاسو ته هم خرغ لاست وایو. د خو خبرونو ترڅنګ د سپورت په برخه کې د افغانستان لپاره یو بد خبر دا و چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي لوبډلې ډېرې بدې ماتې وخوړلې. علتونه یې راته ووایاست، ولې؟ هان صاحب، کتونکو ته یاد دي موږ په هماغه ورځو کې جدي سفر درلودو پاکستان ته. موږ دا یادونه کړې وه چې سفرونه مهم نه دي یا بلنې مهم نه دي چې افغانستان د فوټبال فدرېشن ته یا د کرکټ بورډ ته بلنه راځي تاسو خپل ټیم راولېږئ. په دې باندې فکر کول غواړي چې دغه لوبغاړي چې موږ لیږو د دوی به نتیجې سي. همدغه اندېښنه چې موږ سره وه هماغه شانتې وشو چې په هند له خوا نه د لسو نه زیات ګولونه کېږي یا نور ټیمونه ګولونه کوي، نو دا د افغانستان دپاره یو بد یو عنوان ګرځي. ما دیدګاه دیگه دارم. ببینن اگر باز هم اگر شنونده ها بیننده ها به یادشان باشه، ما سر ناهماهنگ بودن بازیکن ها بسیار زیاد تاکید کرده بودم و نه تنها در بخش در این برنامه سپورت باکس، بلکه در حتی در بخش وبسایت و حتی در برنامه های رادیو ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم سر فدراسیون فوتبال افغانستانی را صدا کرده بودم که اگر قرار است یک تیم به نمایندگی از افغانستان او هم دخترها به خارج برن، خب در که ما فوتبال بسیار بسیار نوجوان داریم در این جای شک نیست. ما انتظار زیر نداریم که مثلا والا تیم بانوای ما اگر میره در خارج اونا حتما جام کت خود بیارن و تمام مسابقه را ببرن، ولی اگر میبازن به خوبی ببازن. این زمان امکان پذیر است. ببینید این زمان امکان پذیر است که بازیکن‌ها یکی دیگه خود بشناسه. فدراسیون فوتبال یک بازی هم آن کننده برای تیم‌ها نگرفت. اینا تمام تمریناتشان در داخل کابل بود. امروی بچه‌های 13 ساله و 14 ساله فوتبال کردند. زمانی که 7-8 بازیکن از خارج آمد که از اینا هیچ کدام از اینا از لحاظ تاکتیکی یکی دیگه خود نمی‌شناختن. وقتی که ما شما را نمی‌شناسم که شما چی رقم تاکتیک دارن، شما چی رقم در کدام توپ شما میدوند، در کدام توپ شما استارت میشین، توپ چطور شوت میکنن، ما چطور میتونیم زمینه گل سازی را مسله د انتخاب مسله اخر کې ټکه راځي شرمناک شکست. شرمناک نه سړی باید ځان اوساتي او کوشش دا وکړي چې افغانستان د پر دغه ټکه څوک نه لیکي. برمن نگرانی از شکست نیسته. برمن نگرانی از اوسته که بازیکن اناس کشور ما که با هزار مشکل با هزار مخالفت خانوادگی و اجتماعی می به میدان فوتبال ورزش میکنه، او به خاطر سطحی گرفتن رقابت ها توسط فدراسیون یا توسط مقامات بالاش اون دل شکسته شو و دیگه نبه. این شکست مسئولیت فدراسیون افغانستان کاملا ما مستقیما برشان میگم که اونا باید پاسخ فدراسیون نورس کوله شه. فدراسیون خود به هر نم لوبغاړي راو وختلې په کابل کې هم تمرون نه خو هغه امر امکانات بلري چې د افغانستان کرکټ بورډ ته سمو د مخ کې بلنه راغلی او د کرکټ د جونو د ټیم د پاره چې لار شپ بینکاک د زینو کې د آسیا د ټیمونو سره مقابله وکړي خو دې ټیمونه لګا علت دا خود چې دغه جون دومره تکړه تیار نه دي چې د لار شالت لوبو کې دغه شای ک بل ځای کې مرته په نظر کې دی پام وکړي. ولی در فوتبال تفاوت داره. ببینن در فوتبال ما بازیکنای اناس افغان داریم که در خارج زندگی میکنن و خوب فوتبال میکنن، در لیگ‌های مختلف کشورهای مختلف بازی میکنن. مثلا اینجا هماهنگی با بازیکن داخلی ندارن. سوال اینجاست، ببینن سوال اینجاست، زمانی که تیم بچه‌ها میره به بیرون از پیش دو هفته پیش اینا میرن به کویت، دو سه بازی هم آن کننده برشان برگزار میشه، چرا بر دخترا برگزار نمیکنن؟ در صورتی که اینا تیم ملی را به خارج می روان میکنن، نمایندگی از افغانستان میکنه، بیرق افغانستان بالا میکنه، او هم نکته او یک طبقه از افغانستان خبر دو هواد دو ویار ده. بله هغه د پر فکر وشي خو باید دغه شکست چې موږ په پاکستان کې د انجونو وینو دا د دې دلیل نشي چې نور باید جون لاړ نشي، خو سره آمادګۍ دغه پختنه میکوله. آیا په نړیوالو لوبو کې او یا د سیمې د هیوادونو په کچه په ټورنمنټونو کې د نجونو د لوبډلو برخه اخیستل مهم وي او کنه د لوبغاړو ښه وړتیا ښودل او یا د لوبې ګټل هم مهم دي؟ ببینن زمانی که شما ورزش میکنن به یک هدف ورزش میکنن، زمانی که دختر کشور ما میاد در میدان فوتبال مدرایه یا در میدان والیبال مدرایه، در میدان کرکت مدرایه، خو معلوم دار به می هدف مدرایه کو یک
نتیجه بگیره برش. اما زمینه سازی بهتر شدن سطح بازی از این ورزشکارا مستقیما مربوط به فدراسیون شرکت با اساس د لیاقت بکرده دغه دوټی کې شرکت کول دي او لیاقت باندې لیکل چې لیاقت نه شرکت کول تاوان دی اخر کې بلې لتاسو دوړو ډیره مننه د دې ونه خبرونه هم دومره وا تر بیا د الله پامان All right.